سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم انفجار خودرویی در برابر اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن سه کشته بر جای گذاشته است. مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت همه کارکنان سفارت ایران سالم هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داد روز چهارشنبه دوازدهم آذر انفجار یک خودروی انباشته از مواد منفجره در برابر اقامتگاه حسن سجاد نام سفیر ایران در صنعا پایتخت یمن سه کشته بر جای گذاشته است خبرگزاری فرانسه در نخستین ساعت پس از این حادثه از دست کم یک کشته خبر داده بود رویترز به نقل از منابع امنیتی یمن گزارش داده روز چهارشنبه یک عامل انتحاری خودروی انباشته از مواد منفجره خود را در برابر اقامتگاه سفیر ایران منفجر کرده است اقامتگاه سفیر ایران در منطقه دیپلومات های واقع شده که تحت مراقبت های ویژه امنیتی قرار دارد. خبرگزاری های خارجی گزارش دادند که احتمالاً سفیر ایران به هنگام وقوع حادثه در این محل حضور نداشته است. به گفته شاهدان عینی این انفجار سنگین به ساختمان های اطراف آسیب زیادی وارد کرده و در منطقه انفجار آثار ویرانی به چشم می خورد. نیروهای امداد گفتند که سه جسد یافتند افسون بران سه تن نیز مجروح شدند خبرگزاری فرانسه گزارش داده سفیر ایران که روز دوشنبه تازه اعتبارنامه خود را به دولت یمن تحویل داده بود در زمان انفجار در اقامتگاه خود حضور نداشته است رویترز از قول یک نظامی یمنی گزارش داده که کشته شدگان این انفجار ماموران حفاظتی یمن و ایران بودند ولی مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با این انفجار گفت طبق آخرین اطلاعات همه کارکنان سفارت ایران در یمن سالم هستند به افزوده که جزئیات این حادثه در حال پیگیری است این نخستین بار نیست که دیپلمات‌ها ها و وابستگان جمهوری اسلامی در یمن هدف حمله تروریستی قرار می گیرند. های ایران در یمن تاکنون بارها هدف سوء های گوناگون بودند. هنوز یک دیپلمات ایرانی در یمن در دست شبه نظامیان این کشور اسیر است و یک وابسته سفارت ایران نیز در سال جاری به دست نیروهای شبه نظامی کشته شد. از ماه سپتامبر که گروه شیعی مذهب و شبه نظامی حوسی ها یا انصار الله در یمن قدرت را به دست گرفته و پایتخت این کشور را تحت کنترل خود درآوردند، خشونت در این کشور بالا گرفته است. این کشور از زمان سرنگونی حکومت علی عبدالله ساله در سال 2012 تا کنون درگیر ها و خشونت های شدید سیاسی است. در این درگیری ها جمهوری اسلامی ایران به طور سنتی از نیروهای شیعه حوسی در یمن پشتیبانی می کند. نیروهای سنی در یمن ایران را به دخالت در امور داخلی کشور خود متهم می کنند. در مقابل ایران همواره هر گونه دخالت در امور داخلی یمن را تکذیب کرده است. با این حال در مهر ماه سال جاری علی اکبر ولایتی مشاور ویژه رهبر جمهوری اسلامی حمایت کامل ایران از حسی های یمن را تایید کرد و خواستار آن شد که این گروه نقشی همچون حزب الله لبنان ایفا کنند شیعیان حسی در ماه سپتامبر سال جاری توانستند صنعا پایتخت یمن را تحت کنترل خود درآورند با این اقدام اقلیت شیعه توانست موقعیت خود را در دولت مرکزی و نیز در مناطق مرکزی و شرقی این کشور تحکیم کند با این همه نیروهای شیعه در جریان پیش های خود به صد مقاومت نیروهای قبیله سنی برخوردند که به حزب الاصلاح نزدیک هستند شاخی القاعده در یمن نیز با تسلط شیعیان بر یمن مخالف است و با حوسی ها پیکار می به دنبال انتشار برخی گزارش ها مبنی بر حمله جت جنگنده نیروی هوایی ایران به مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی در استان دیاله در عراق سخنگوی پنتاگون این حملات را تایید کرد برخی رسانه ها گزارش دادند ویدیویی از این حملات برای نخستین بار روز یکشنبه از شبکه خبری الجزیره پخش شد که نشان میداد جت جنگنده اف 4 روز سهشنبه چهارم 4 آذر ماه اهداف زمینی گروه داعش را بمباران کردند در حالی که شبکه الجزیره این جت ها را جنگنده های عراق نامیده بود اما تحلیلگران نظامی تایید کردند هواپیماهای نظامی جت های فانتوم اف 4 ایران بودند بر اساس این گزارش به دنبال کمک های نظامی جمهوری اسلامی ایران به عراق و آموزش شبه نظامیان شیعه این نخستین درگیری مستقیم ایران در جنگ علیه گروه افراطی داعش به شمار می رود. بیشتر مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده بودند اگر پیکارجویان داعش به بغداد یا زیارتگاه های شیعیان حمله کنند تهران مستقیما وارد عمل خواهد شد در همین حال جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز سهشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت پنتاگون دلیلی برای رد گزارش حمله جنگنده های ایرانی به داعش در دست ندارد او در این حال تاکید کرد ایران و آمریکا هیچ گونه همکاری نظامی در جنگ با داعش با یکدیگر ندارند. در پی صدور مجوز فعالیت حزب ندای ایرانیان ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به اصلاح طلبان هشدار داد مراقب باشند به بهانه تعامل با نظام از حقوق دموکراسی خواهانه مردم ایران عقب نشینی نکنند وی در بیانیه خود نوشته بر ما روشن شده است که ولی مطلقه فقیه و بخش امنیتی دربار عریض و طویلش حوض راه اندازی احزاب بل قربان را دارند. آقای قدیانی از فعالان اصلاح طلب و حامیان جنبش سبز خواست به جای تکرار حرفای ملالاور به بهانه حمایت از دولت به قدر توانشان حرفی تازه به جامعه ارائه کنند چرا که کوتاه آمدن از حقوق و مطالبات مردم دولت را به نقطه مطلوب جناح استبداد نزدیک می کند. عبالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. سعید جلیلی نماینده علی خامنی در شورای عالی امنیت ملی گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی در ارتباط با وقایع سال 88 در حصر قرار نگرفتند در همین حال یک نماینده مجلس خواستار بررسی مجدد اعتبارنامه علی متحری شد آقای متحری اخیرا با سخنانی در خصوص حصر رهبران جنبش سبز تلویحا در از بین رفتن شرط عدالت خامنه در جایگاه ولایت فقیه تشکیک کرده بود جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری خواستار بررسی مجدد اعتبارنامه علی متحری نماینده تهران شد و به وی هشدار داد با این مواضع از ملت سیلی میخورد جواد کریمی قدوسی به علی متحری گفته که موضع هایش نشان میدهد با اینکه از خانواده شهید است بصیرت و تحلیل ندارد آقای متحری هفته پیش در یک سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به مخالفت آقای خامنه ای با پایان دادن به زندان خانگی رهبران جنبش سبز گفت چنین نظری را مصداق حکم حکومتی نمی داند. و ابزود این نظر ایشان است که کسی می تواند با آن مخالف باشد و من قانع نشدم من نسبت به این صحبت قانع نشدم و لذا باز هم اصرار دارم حصر بدون حکم قضایی ظلم است و عادلانه نیست. اعتبارنامه هر نماینده مجلس شورای اسلامی باید پیش از شروع رسمی مسئولیت وی از سوی مجلس شورای اسلامی تایید شود و در صورت لغو این اعتبارنامه توسط نمایندگان و تایید این تصمیم در شورای نگهبان یک نماینده از مجلس اخراج می شود. پیشتر نیز روح الله حسینیان نماینده عضو جبهه پایداری خبر داد شماری از نمایندگان به دلیل اظهارات آقای متحری درباره رفع حصر مهدی کروبی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از او به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کردند علی متحری که سیاسی منتقد ادامه بازداشت خانگی سران مخالفان جنبش اعتراضی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران است. اوایل تیر ماه در مراسمی گفته بود این غلط است که ما بدون حکم قضایی و تشکیل دادگاه ادعی را در حس بگذاریم و بعد بگوییم که به شما لطف کردیم. این در حالی است که پیش از آن از خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روایت شده که جرم کسانی که حبس خانگی شدن بزرگ و حکم آنها سنگین خواهد بود اما آنها بر اساس ملاطفت محاکمه نشدن مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اخیرا از علی متحری نمانده تهران در مجلس شورای اسلامی خواسته است تا از جانب وی پیگیر محاکمش در یک دادگاه علنی باشد در همین راستا سعید جلیلی نماینده علی خامنه در شورای عالی امنیت ملی نیز گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در ارتباط با وقایع سال 88 در حس قرار نگرفتند جلیلی افزوده حسر موسوی و کروبی ربطی به وقایع سال 88 ندارد و آنها یک سال بعد از این وقایع به خاطر تلاش برای کلید زدن فتنه جدید در نظام اسلامی محصور شدند. وی اشاره به جزیات این فتنه جدید نکرده اما به نظر میرسد منظور این عضو شورای عالی امنیت ملی تداوم حمایت رهبران جنبش سبز از اعتراض های خیابانی به نتیجه انتخابات سال 88 هشت باشد. آقای جلیلی گفته نباید مسئله حسر این افراد با وقای سال 88 هشت یکی دانسته شود. به نظر میرسد اظهارات این نماینده علی خامنی در پی تشکیک علی متحری در از بین رفتن شرط عدالت خامنی در جایگاه ولایت فقیه بیان شده باشد. بر اساس نظر روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی چنانچه ولی فقیه شرط عدالت را از دست بدهد دیگر حق ولایت نخواهد داشت و از این سمت کنار گذاشته خواهد شد این برای نخستین بار است که یک مقام نزدیک به علی خامنه ای مدعی می شود حصر موسوی و کروبی ارتباطی با وقایع سال 88 ندارد تا دامن رهبر را در پرونده حصر پاک نشان دهد جلیلی با طرح این ادعای جدید تلاش کرده نشان دهد در صورت رفع حصر این دو رهبر جنبش سبز آنها به فعالیتها برای راه اندازی فتنی جدید ادامه خواهند داد و به همین خاطر در حصر نگه داشته می شوند مهدی کروبی و میر حسین موسوی کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. جوانچیر کت خداپور معاون استانداری فارس گفته زارب شش زن در جهرم عاقل و بالغ و کارمند اداری راه و ترابری این شهر و فرزند یکی از درجه داران سپاه بوده است. آقای کتخودوپور افسوده اقدام این فرد عادت و انگیزه سیاسی و حزبی نداشته و کاملا شخصی بوده است. محمد بهشتی فار عضو پایگاه بسیج هفته گذشته با چاقو و گاز فلفل به دست کم شش زن حمله و آنها را از ناحیه شکم و باسن زخمی کرد. محمد احمدی و سندار فارس پیشتر مدعی شده بود این فرد دارای اختلالات شخصیتی و انحرافات اخلاقی بوده اما امروز معاون سیاسی وی این موضوع را رد کرد و گفت وی از سلامت کامل برخوردار است محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران دبیر کل جامعه روحانیت مبارز شد قبلا محمد رضا مهدوی کنی دبیر کلی این جامعه را بر عهده داشت که وی 29 مهر ماه درگذشت. آقای موحدی کرمانی از مؤسسین جامعه روحانیت مبارز است و پیشتر قائم مقام مهدوی کنی در این تشکل سیاسی بود. جامعه روحانیت مبارز با تشکل‌های محافظه‌کاری مانند حزب مؤتلفه اسلامی و انصار حزب الله همسوست. حسن روحانی سه شنبه شب در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان گلستان خطاب به کارآفرینان و سرمایه گذاران گفت تصمیم و برنامه دولت این است که مهار تورم را به طور کاهنده پیش ببرد. آقای روحانی خاطر نشان کرد امروز در بسیاری از بخشها از رکود عبور کرده این و امسال رشد اقتصادی ما مثبت خواهد بود که این مسئله میتواند برای سرمایه گذاران اعتماد ایجاد کند. آقای روحانی روز گذشته گفته بود دستهای توتعگر در منطقه و جهان قیمت نفت را کاهش دادند تا به اقتصاد ایران آسیب بزنند. و همچنین بار دیگر تاکید کرد به وعده های انتخاباتیش پایبند است. کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور بیانیه ای منتشر کرده و از اشکال گوناگون و پیچیده سانسوری که در ایران اعمال می شود انتقاد کرده است. کانون نویسندگان ایران در سال 87، 13 آذر ماه را روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه ای ابتدا به سانسور کتاب در یک سال گذشته اشاره کرده و نوشته است در یک سال اخیر به رغم وعده های انتخاباتی دولت جدید مانند سالهای گذشته چه در عرصه کتاب و چه در عرصه هنر و مطبوعات و اینترنت شاهد حضور پدیده ضد آزادی بیان بوده ایم. انتشار کتاب همچنان در گروه دریافت مجوز چاپ است. به خصوص آنکه برخی آثار نویسندگان در خارج کشور ترجمه و منتشر شده اما در داخل به آنها مجوز چاپ ندادند. قانون نویسندگان سپس به نمونه های نوظهور و اشکال پیچیده‌تر سانسور اشاره می‌کند و می نویسد، کاربران وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی همچنان مورد هجوم دستگیری و بازداشت هستند. فیلترینگ سایت ها و شبکه های اجتماعی مجازی به قوت خود باقی است و حاکمیت بنا دارد در آینده نزدیک با راهاندازی فیلترینگ هوشمند و به کار بردن سانسور نظاممندتر استفاده از فضای مجازی را برای مردم دشوارتر و پرهزینه‌تر تر کند. کانون نویسندگان همچنین از بازداشت روزنامه نگاران یاد می کند. روزنامه نگاران بسیاری در زندان به سر می برند و شغل روزنامه نگاری در ایران با خطر مضاعف همراه است. همزمان با انتشار بیانیه کانون نویسندگان ایران فاطمه اختصاری و مهدی موسوی دو شاعر به همراه یک مستندساز که نامش فاش نشده به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با شاهین نجفی که از او به عنوان خواننده مرتد یاد می در دادگاه انقلاب محاکمه شده اند. پیش از آن هم آریا جعفری عکاس خبرگزاری دانشجویان ایرنا ایسنا در اصفهان به جرم عکاسی از تجمع مردم در اعتراض به اسید پاشی های زنجیری در اصفهان بازداشت شده بود. کانون نویسندگان ایران در بیانیهش به پارازیت اندازی بر شبکه های هم به عنوان یکی از شکل های تازه سانسور اشاره می کند و می نویسد ارسال پارازیت به منظور جلوگیری از فعالیت ماهواره ها نه تنها حق مردم را برای دیدن و شنیدن آنچه دوست می‌دارند پایمال کرده بلکه سلامت آنها را نیز به خطر انداخته است در دیماه سال گذشته ماموران امنیتی از برگزاری جلسه ماهانه کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده بودند و سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در بهمن ماه سال گذشته فعالیت کانون نویسندگان ایران را مشروط کرده بود به دیگرگونی هایی در اساسنامه آن و جدایی کانون از پیشینه با این حال سرانجام پس از یک دهه شهری بر ماه سال جاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در مکانی خصوصی در حیات یک مجتمع مسکونی در تهران برگزار شد. ادی زیادی از اعضای کانون نویسندگان ایران از سراسر ایران در این مجمع حضور داشتند و کانون توانست انتخابات هیئت دبیران را برگزار کنند. قانون نویسندگان ایران در سال 1387 13 آذر ماه را به یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو نویسنده عضو این کانون که آذر ماه سال 1377 در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. در آن زمان کانون نویسندگان در بیانیه ای از سانسور به عنوان قل و غم فرهنگی یاد کرده بود. بعد از بریتانیا و اسپانیا مجلس ملی فرانسه نیز موجودیت کشور فلسطین را به رسمیت شناخت رای نمایندگان فرانسوی جنبه نمادین دارد و تأثیری بر سیاست خارجی این کشور نخواهد گذاشت با این حال دولت اسرائیل از اقدام پارلمان فرانسه بسیار ناراضی است و این کار را خطای بزرگ توصیف کرده است نمایندگاه جناه راست مجلس فرانسه که با این قطعنامه مخالف بودند هشدار دادند قانون اساسی فرانسه به هیچ یک از دو مجلس ملی و سنا حق تغییر سیاست خارجی کشور را نمیدهد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اخراج زیپی لیونی وزیر دادگستری و ییر لپید وزیر دارایی از دولت اعلام کرد پارلمان را منحل می کند و خواهان برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی است آقای نتانیاهو گفته است بیش از این مخالفت اعضای کابینه را با سیاست های دولت تحمل نمی کند آقای نتانیاهو طبق قانون میتواند تواند اتلاف جدیدی از احزاب حاضر در پارلمان تشکیل داد اما اکثر چهره اصلی احزاب دیگر معتقدند انتخابات زودرس باید برگزار شود در پی اخراج رهبر حزب یشعتید، چهار وزیر دیگر کابینه که عضو این حزب هستند نیز گفتند ممکن است از سمتهای خود کنارگیری کنند قایم مقام وزیر صنعت ایران خبر داد صادرکنندگان ایرانی می توانند در بانک میل بیزینس روسیه اقدام به گشایش السی یا همان اعتبار اسنادی کنند و این بانک روسی پاسخگوی صادرکنندگان ایرانی خواهد بود خبرگزاری مهر به نقل از مشتبا خسرو گفت کاهش سی تا 40 درصدی ارزش روبل روسیه صادرات به این کشور را برای صادرکنندگان ایرانی سخت کرده است مقام مسئول همچنین از رایزنی بانک مرکزی ایران با یک بانک روسی برای سهولت واردات از این کشور به ایران خبر داد. یک شرکت سایبری آمریکایی مستقر در کالیفرنیا اعلام کرده است هکرهای ایرانی طی دو سال گذشته به خطوط هواپیمایی شرکت‌های بزرگ و همچنین به شرکت‌های فعال در بخش انرژی و مؤسسات دفاعی در سراسر سر جهان رخنه کردند و ادامه این روند می‌تواند خسارات مادی فراوانی به دنبال داشته باشد. خبرگزاری رویترز به نقل از محققین این شرکت آمریکایی می نویسد میش از پنجاه مؤسسه در 16 کشور جهان هدف حمله سایبری ایران قرار گرفتند. گفته می شود تیف وسیع از شرکت های بزرگ در آمریکا، اسرائیل، چین، عربستان سعودی، هند، آلمان، فرانسه و بریتانیا هدف حملات سایبری این گروه قرار گرفتند. این گزارش میافزاید وسعت و پیچیدگی فعالیت هکرهای ایرانی نشان میدهد که آنها از پشتیبانی دولت برخوردارند جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گزاری هنگفتی در بخشهای سایبری کرده و روسیه در این زمینه به ایران کمک کرده است دولت عراق و اقلیم کردستان بر سر صادرات نفت و تقسیم درآمدهای حاصل از آن به توافق رسیدند. اختلاف بر سر تقسیم درآمدهای حاصل از فروش نفت اقلیم کردستان ماها منجر به تنش میان دولت محلی کردستان و بغداد شده بود. بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش می‌دهد. در چارچوب توافق جدید دولت عراق با اقلیم کردستان، دولت ملی کردستان از منطقه نفتی کرکوک روزانه 300 هزار بشکه نفت و از دیگر مناطق نفت شمال عراق روزانه 250 هزار بشک مجموعا 550 هزار نفت صادر خواهد کرد و درآمد حاصل از اون رو در اختیار دولت مرکزی عراق قرار خواهد داد. مسیر صادرات این نفت از طریق ترکیه خواهد بود همون خط لوله کرکوک یومرالی که نفت شمال عراق رو به بندر جهان ترکیه صادر می‌کنه. در واقع پیش از این توافق یادمون هست که دولت اقلیم کردستان بالغ بر 20 میلیون بشک نفت از همین خط لوله و از طریق بندر جیهان ترکیه به بازارهای جهانی عرضه کرده بود حالا ما دو طرف توافق کردند صادرات نفت تحت نظارت و هماهنگی دولت مرکزی عراق باشه در مقابل هم 17 درصد بودجه سالیان عراق به حکومت منطقه کردستان تعلق میگیره در واقع این 17 درصد بودجه که که پیش از این در قانون اساسی عراق هم برای اقلیم کردستان در نظر گرفته شده بود منتها در طی ماهای اخیر که روابط اقلیم کردستان و بغداد بر سر فروش نفت تیره شده بود دولت مرکزی عراق در یک اقدام تنبیهی این بودجه رو قطع کرده بود جدای از این در واقع توافقی که روز گذشته انجام گرفت دولت مرکزی عراق متحد شده به منظور افزایش ظرفیت نیروهای پیشمرگه کرد که در حال نبرد با داعش هستند یک میلیارد دلار هم بودجه در اختیار دولت محلی کردستان بگذارد به نظر میرسه این توافق به نفع دو طرف هست مدتی بود بر اثر قطع بودجه سالیانه اقلیم کردستان این اقلیم برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی خودش با مشکل مواجه شده بود از آن هم دولت مرکزی را با توجه به اقدام یک جانبه کردستان برای صادرات نفت و همینطور کاهش جهانی قیمت نفت طی ماه‌های اخیر با مشکلات زیادی روبرو شده بود. هوشیار زیباری وزیر دارایی عراق با اشاره به همین موضوع معتقد این توافق یک توافق برد برای دو طرف خواهد بود او گفته که این مسئله حتی میتونه توان صادراتی عراق رو افزایش بده به ویژه در زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی در حال کاهش هستش حدود دو هفته پیش هم احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه در سفر به اقلیم کورسان گفتگاه مفصلی رو در ارتباط با نهایی شدن این توافق با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان داشت مزافر که مسیر ترانزیتی این خط لوله در آمد سالیانه رو هم آید دولت ترکیه خواهد کرد تانر ایدلیز وزیر اقتصاد ترکیه ماه پیش گفته بود از ماه دسام صادرات نفت عراق مجددا از این خط لوله آغاز خواهد شد غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضایی اتهام حجت الله بهروز قایم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران را امنیتی اعلام کرد و گفت در این رابطه نمیتواند جزئیات بیشتری ارائه بدهد آقای محسنی اجهی این مطلب را در واکنش به پرسشی مبنی بر اینکه آیا آقای بهروز به اتهام جاسوسی و دادن آی پی های دوربین های مداربسته به سازمان مجاهدین خلق بازدار شده بیان کرده است قطعه بهروز روز 26 آبان ماه هنگام خروج از ایران بازداشت و بازجویی ها از وی درباره اتهام جاسوسی آغاز شده است. دبیر خانه کارگر اصفهان از اخراج حداقل 300 کارگر راک سرامیک شهرزا خبر داد. اسقر برشان در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت کارخانه راک سرامیک تا پایان ماه گذشته 360 کارگر قرارداد موقت داشت اما کارفرما 300 کارگر این واحد تولیدی را از ابتدای آذرماه و بعد از اتمام قرارداد کارشان اخراج کرده است به افزود پرونده اخراج این کارگران و اعتراضات آنها در کمیسیون کارگری شورای تامین در حال بررسی است دبیر خانه کارگر اسفان دلیل کاهش تولید کارخانه را بدهی جریمه سنگین محیط زیست و نوسانات نرخ ارز عنوان کرد. علی رضا زاکانی نماینده مجلس گفته هیچ جریانی در ایران به محمود احمدی نژاد برای حضور در انتخابات اعتماد نخواهد کرد. آقای زاکانی افزوده بهتر است به احمدی نژاد کاری داده شود تا آن را انجام داد. بر اساس گزارش‌ها، آقای احمدی نژاد فعالیت‌های انتخاباتی را آغاز کرده و نامه‌های مردمی می‌گیرد. تحلیلگران سیاسی انتشار تصاویر دریافت نامه‌های مردمی توسط احمدی نژاد را تبلیغاتی و پوپولیستی ارزیابی می‌کنند. محمد حسین میرلوهی نوه محمد رضا مهدوی کنی گفته پدر بزرگش دل خوشی از اکبر حاشمی رفسنجانی نداشته و معتقد بوده که میر حسین موسوی ولایت فقیه و روحانیت را رو قبول ندارد و همچنین درباره تلاش رئیس سابق مجلس خبرگان رهبری برای وحدت میان محافظه‌کاران اشاره کرده و از علی اکبر ولایتی به عنوان عامل شکست اعتلاف آنها در انتخابات ریاست جمهوری 92 نام برده است آقای میرلوهی گفته اکبر ولایتی بارها به تماسهای پدر بزرگش کرده بود و در نهایت مهدوی کنی نامی به وی نوشت که هیچگاه در رسانه ها منتشر نشد. رئیس سازمان بهزیستی میگوید کارتون خوابی به ویژه در میان زنان در کشور رو به افزایش است. اگرچه آمارهای کارتون ها در کشور به طور دقیق مشخص نیست اما محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید تهران 15 هزار نفر کارتونخواب خواب دارد که در میان آنها افراد تحصیل کرده کم نیستند همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور با حضور در شورای شهر تهران اعلام کرد که تعداد زنان کارتونخواب خواب در تهران و هومه رو به افزایش است. وی با تاکید بر اینکه اقداماتی برای اسکان کارتون خواب ها در جریان است تاکید کرد باید به وضعیت آنها توجه ویژه شود همایون هاشمی میگوید در سال جاری 2000 تن از کودکان خیابان خواب شناسایی و اسکان داده شدند اما وی جزئیات برنامه های در دست اقدام برای رسیدگی به وضعیت زنان کارتون خواب را تشریح نکرد رئیس سازمان بهسیستی کشور با تاکید بر اینکه برای حل این مشکلات چاره‌ای جز راه حل مشارکتی وجود ندارد از مسئولان خواست تا به دور از اختلاف‌های سیاسی برای جلوگیری از ادامه وضعیت چاره اندیشی کنند هاشمی افسود که گاه میانه نهاد تحت نظارت او با نیروهای انتظامی یا قوه قضایی حتی تعریف مشخصی از متکدی یا کودکان کار وجود ندارد و همین سردرگمی رسیدگی به وضعیت را دشوارتر کرده است. پیش از این محمد باقر قالیباف شهردار تهران آمار رسمی افراد خیابانخواب در تهران را 15 هزار نفر اعلام کرده بود. وی تاکید کرده بود که تعداد زنان و کودکان بی خانمان رو به فزونی است. او گفته بود که پیش از این در میان زنان بیشتر زنان سال خورده کارتون خواب بودند. اما حالا بی خانمانی در میان زنان جوان نیز گسترش یافته است. قالیباف همچنین مطرح کرده بود که در میان کارتون خواب افراد تحصیل کرده کم نیستند و حتی برخی چندین کتاب ترجمه کرده یا جانباز جنگی محسوب می شوند. کارشناسان معتقدند از آنجا که دوازده میلیون نفر زیر خط فقر هستند تعداد کارتون خواب بسیار بیش از پانزده هزار نفر است. اما همزمان با اظهارات رئیس سازمان بهزیستی کشور معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از تأسیس اولین قرارگاه مرکزی کارتون خوابها در پایتخت خبر داد میسم امرودی معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران با حضور در جلسه شورای شهر تهران گفت که آن طرح کلان کلید خورده و مراحل مقدماتیش نیز طی شده است به گفته این مقام مسئول در حال حاضر 16 مرکز در حوزه ساماندهی آسیب دیدگان شهری فعالیت دارند و در زمستان گذشته این مراکز توانستند مجموعا 52 هزار بی خانمان را اسکان دهند. معاون شهردار انتقاد کرد که بسیاری از کارتون ها و موتادان امکان استفاده از یارانه را ندارند. او اضافه کرد این افراد از مستحق ترین افراد جامعه اند. اما چون بسیاری از آنها اوراق هویت مشخصی ندارند عملا از یاران محروم می شوند امرودی همچنین تاکید کرد که با نزدیکی فصل سرما شهرداری عملا نمیتواند منتظر مجوز صدور فعالیت برای سازمان های غیر دولتی در حوزه رسیدگی به وضعیت کارتون خواب ها باشد او گفت کارتون خواب ها و به ویژه کودکان بلا تکلیفند و باید سریعا به وضعیت آنها رسیدگی شود. بر اساس نظر کارشناسان جامعه شناسی، کارتون ها در ایران ترکیب متنوعی هستند از افرادی که دچار مشکلات جدی اجتماعی و اقتصادی شدند و امکانات لازم را برای داشتن یک سرپناه به خصوص در شب از دست داده تا فقرا، متادان یا کودکان فراری و خیابانی و همینطور مهاجرین و کارگران فصلی که در آخرین مراحل مجبور می شوند شب بدون سرپناه باشند. در حال حاضر در ایران که به خصوص هوا سرد است این افراد در تهدیدهای جانی قرار دارند مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای از اسرائیل خواست تاسیسات ای خود را تحت نظارت بین‌المللی قرار دهد این قطنامه که با 161 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف به تصویب رسید از اسرائیل به عنوان تنها کشور خاور میانه یاد می کند که به معاهده منع تکثیر سلاح هسته این نپیوسته و از این کشور می خواهد که بدون هیچ تأخیری به این معاهده بپیوندد آمریکا و کانادا جزو پنج کشوری هستند که با این قطنامه مخالفت کردند سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو رسما آغاز مأموریت مشورتی خود برای افغانستان را اعلام کرد دبیر کل ناتو در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت مأموریت جدید ناتو تحت نام حمایت قاطع از اول ژانویه 2015 آغاز خواهد شد روزی که مأموریت کنونی رسمی در افغانستان به پایان خواهد رسید شماره نیروهای ناتو در افغانستان از 140 هزار در سه سال پیش اکنون به حدود 13 هزار سرباز کاهش یافته است. مقام های ناتو گفتند برای مأموریت جدید در افغانستان ایالات متحده ای آمریکا حدود 10 هزار سرباز و شمار معدودی نیروهای ضد ترور تعهد کرده که وظیفه اصلیشان آموزش و مشاوره به نیروهای امنیتی افغانستان است. اما آخرین خبر این که خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع اپوزیسیون سوریه و دولت دمش خبر داد دو طرف با میانجیگری روسیه به سوی دور دیگری از مذاکرات صلح گام برمی‌دارند. بر اساس این گزارش توافق اصولی برای مذاکرات صلح در پی سفرهای جداگانه هیئتی از اپوزیسیون سوریه و هیئتی از جانب دولت دمشق در ماه نوامبر به روسیه حاصل شده است سرپرستی هیات اپوزیسیون سوریه را احمد مازل خطیب و هیات دولتی را ولید معلم وزیر خارجه سوریه بر عهده داشته است با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش